سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب پنج شنبه ششم آبان ماه در 280مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور میکنیم. اتحاد پرسپولیسی ها کار دست مکانی داد. سوشا به تبانی متهم شد. به نظر میرسه حواشی استوری جنجالی سوشا مکانی در حمایت از الهلال در بازی با پرسپولیس تبعات بسیار سنگینی رو برای ستاره سابق سرخ پوشان در پی داشته. مکانی که درست یک روز بعد از این استوری در چارچوب هفته 22 رقابت‌های لیگ نروژ به میدون رفت و در بازی مقابل تیم میانه جدولی هاکسوند 7 گل دریافت کرد، با اتحاد دست جمعی هواداران پرسپولیس علیه خود مواجه شد. هواداران پرسپولیس بعد از این نتیجه با حضور در صفحات مجازی باشگاه میوندالن و ارسال ایمیل به این باشگاه سوشا رو به تبانی و شرط بندی متهم کردند. موضوعی که حالا باشگاه میوندالن رو حساس کرده و مقامات این باشگاه درباره احتمال تبانی سوشا مکانی گلر 34 ساله خود در حال انجام تحقیقات هستند. مکانی البته در پاسخ به این اتهامات گفت: میوندالن در این باره نگرانی هایی داشت، اما به خوبی از من حمایت کرد. اتهاماتی که به من در فضای مجازی وارد شد هیچ پایه و اساس و مدرکی نداشت. خیلی از کسایی که این مطالب رو منتشر کردند حتی معنای اون رو هم نمیدونند و اطلاع ندارند چه چیزی رو به اشتراک گذاشتند. هدف اونها نابود کردن منه. برای سالها در فوتبال ایران نتونستند این کار رو انجام بدند و حالا که اینجا هستم دوباره تلاش خود رو آغاز کردم. خرید جدید استقلال بالاتر از صلاح، مسی و رونالدو. رودی جستت که از چند هفته پیش خبرهای پیوستنش به جمع شاگردان فرهاد مجیدی در رسانه‌های مختلف به انتشار رسیده، توجه علاقه‌مندان به فوتبال در ایران رو به خودش جلب کرده و باعث شده بسیاری از فوتبال دوستان به دنبال کسب اطلاعاتی در خصوص رزومه این بازیکن به وبسایت ترانسفر مارکت مراجعه کنند. طبق اعلام این وبگاه آلمانی، جستجوی نام رودی جستت و تعداد بازدید از پروفایل این بازیکن در صدر پربیننده ترین صفحات این سایت طی 24 ساعت گذشته قرار گرفته. بالاتر از بازیکنان مطرحی همچون محمد صلاح، لیونل مسی و حتی کریستیانو رونالدو. نکته جالب بعدی این که کوین یامگا، بازیکن فرانسوی و دیگر خرید جدید آبی پوشان تهرانی هم طی 24 ساعت گذشته جایگاه ششم پربازدیدترین صفحات وبسایت ترانسفر مارکت رو به خود اختصاص داده، که نشان از علاقه هواداران به فوتبال در ایران برای کسب اطلاعات از سابقه خریدهای جدید استقلال داره. موشک روی دور برد، دومین پیروزی یوزهای جوان. تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین دیدار از مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با نتیجه 2-0 لبنان را شکست داد و به صدرنشینی خود در گروه بی آسیا ادامه داد. در این دیدار مهدی لموچی در دقیقه 5 و میلاد کور در دقیقه 93 دروازه لبنان را گشودند. همچنین دقیقه 89 یک ضربه پنالتی برای ایران توسط سامان فلاح از دست رفت. شاگردان مهدی مهدوی کیا با این پیروزی بعد از انجام 2 بازی 6 امتیازی شدند و در آستانه صعود به مرحله بعد مسابقات قرار گرفتند. یوزهای جوان در بازی نخست تیم ملی نپال را هم با 4 گل از پیش رو برداشته بودند. ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با تیم ملی تاجیکستان میزبان این گروه دیدار خواهد کرد. جدالی که روز یکشنبه 9 آبان در ورزشگاه شهر دوشنبه برگزار میشه. استقلال به دنبال جذب کاپیتان تیم ملی؟ احسان حاج صفی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و هافبک باشگاه آئکه که به تازگی با جدایی از سپاهان راهی یونان شده، بر اساس شایعات مورد توجه باشگاه استقلال تهران قرار گرفته.
یکی از رسانه‌های یونانی در همین خصوص مدعی شد حاج صفی از آبی پوشان تهرانی پیشنهاد جدی دریافت کرده و حتی طرفین بر سر این انتقال به توافق رسیدند و به زودی شاهد حضور این بازیکن در جمع آبی‌های پایتخت خواهیم بود. با این وجود باشگاه استقلال ساعتی پیش این موضوع را تکذیب و عنوان کرد برنامه‌ای برای جذب احسان حاج صفی نداره. رقم قرارداد مهاجم جدید آبی‌ها لو رفت. رودی ژستد پس از جیلوچ ساموئل دومین بازیکن باشگاه استقلال خواهد بود که سابقه حضور در تیم استون ویلای انگلیس رو در کارنامه می‌بینه. چهره‌ای که روز گذشته در تست‌های پزشکی آبی پوشان شرکت و سپس برای عقد قرارداد به باشگاه رفت. گفته میشه مقابل رقم قرارداد این بازیکن عدد 600 هزار یورو درج شده که این رقم 100 هزار یورو از ارزش اون در سایت ترانسفر مارکت بالاتره. گفتنیست استقلال در سالهای اخیر در خرید بازیکنان خارجی عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشته. ستاره هایی مثل تیام و شیخ دیاباته که بعد از درخشش در ترکیب آبی پوشان تهرانی مشتری های ثروتمندی رو در امارات و قطر برای خود دست و پا کردند. پافشاری عجیب موسوی برای ماندن در استقلال. فرهاد مجیدی سرمربی باشگاه استقلال به دلیل جذب بازیکن خارجی مجبور به خالی کردن لیست بازیکنان فعلی تیمه و به همین خاطر تصمیم گرفته با سید احمد موسوی قطع همکاری کنه. این در شرایطیه که طبق قوانین سازمان لیگ باشگاه‌ها برای خروج یک بازیکن از لیست نفرات خود باید یک ماه قبل از پایان نقل و انتقالات اقدام کنند، اما آبی پوشان تهرانی درباره موسوی چنین کاری را انجام ندادند و به همین خاطر قادر به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه نیستند. در این بین موسوی هم رسماً اعلام کرده که هنوز بازیکن استقلاله و به همین خاطر باید به تمرینات بره و کنار تیم باشه. این همون اتفاقیه که ثبت قرارداد رودی ژستد با آبی‌های پایتخت رو با مشکل روبرو کرده. مراسم شام برای پایان اختلاف تارمی و اسکوچیچ. مهدی تارمی و دراگان اسکوچیچ به زودی نشستی را به صرف شام با یکدیگر برگزار می کنند تا سوء تفاهم های به وجود آمده بین طرفین حل بشه. این خبریه که سرپرست تیم ملی هم تقریبا اون رو تایید کرد. جالب این که رسانه های پرتغالی هم که اختلاف تارمی با اسکوچیچ مورد توجهشون قرار گرفته بود به ختم به خیر شدن این ماجرا اشاره کردند. به نوشته رسانه آبولای پرتغال، تارمی و اسکوچیچ در ماه نوامبر با یکدیگر جلسه‌ای به صرف شام خواهند داشت تا درباره اختلافاتشون با یکدیگر صحبت و اون رو برطرف کنند. فرهاد فرزاد را حفظ کرد. طی روزهای گذشته مسائلی مبنی بر احتمال جدایی فرزاد مجیدی از باشگاه استقلال به گوش می رسید. شایعه‌ای که حتی به کنفرانس خبری هم کشیده شد تا فرهاد مجیدی دلیل این غیبت رو کسالت فرزاد معرفی کنه. با این حال فرزاد مجیدی روز گذشته به باشگاه استقلال رفت تا کارهای مربوط به قراردادش برای مجوز حرفه‌ای رو پیگیری کنه. از این رو گفته میشه اون برای دیدار با تراکتور هم در تمرینات حاضر میشه تا به طور کامل جداییش از استقلال تکذیب بشه. پرسپولیس رکورددار لیگ برتر شد. شاگردان یحیی گل محمدی با پیروزی مقابل نساجی رکورد جدیدی رو در لیگ برتر ایران به نام خود ثبت کردند. پرسپولیس با کسب 3 امتیاز کامل مقابل نماینده قائم شهر 12مین پیروزی خانگی و متوالی خود را در لیگ برتر به دست آورد و از این حیث رکورددار شد. قرمز پوشان از فصل گذشته تا کنون 11 برد متوالی خانگی را کسب کرده بودند که با غلبه بر شاگردان الهامی در ورزشگاه آزادی این رکورد را بهبود بخشیدند. ضمن اینکه مهدی عبدی با ثبت دبل برابر نساجی قائم شهر به رکورد 20 گل برای سرخپوشان تهرانی رسید. تارمی و سردار در لیست برترین بازیکنان جهان.
فدراسیون تاریخ و آمار نامزدهای بهترین بازیکن جهان در سال 2021 را اعلام کرد که نام دو مهاجم تیم ملی ایران هم در اون دیده میشه. نکته جالب توجه حضور 5 مهاجم آسیایی از جمله 2 مهاجم ایران در این فهرسته. مهدی طارمی و سردار آزمون با شایستگی تونستند در این رده‌بندی حضور داشته باشند و حالا باید دید این دو چهره چند رأی در رده‌بندی برترین بازیکنان جهان به دست خواهند آورد. قابل ذکر سال قبل روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایر مونیخ عنوان بهترین بازیکن جهان را از سایت فدراسیون تاریخ و آمار به دست آورد. آزمون در رادار یوونتوس و یک تیم لالیگایی. روزنامه فرانسوی لکو دیدن دو اسپورت از علاقه باشگاه‌های ایتالیایی و اسپانیایی به سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه زنیت سنت پترزبورگ پرده برداشت. این در حالیه که روز گذشته رسانه‌ها از پیشنهاد لیون به خرید آزمون نوشتند و حالا امروز علاقه یوونتوس و باشگاه رئال بتیس در رسانه‌ها در حال انتشاره. سردار که تابستان پیشرو قراردادش با زنیت به پایان میرسه، میتونه با عدم تمدید قرارداد به هر تیمی که دوست داره منتقل بشه. مهدی در بین برترین پاسورهای تاریخ پورتو. مهدی طارمی در حال حاضر با 20 پاس گل در 61 مسابقه در رده 20 بهترین پاسورهای تاریخ باشگاه پورتو قرار گرفته و این در حالیه که اون نسبت به تعداد بازیهایی که انجام داده عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود به جای گذاشته. فراموش نکنید که مهاجم ایرانی پورتو علاوه بر ارسال 20 پاس گل تونسته 32 بار هم تور دروازه رقبا رو به لرزه در بیاره. در صدر برترین پاسورهای تاریخ پورتو، دکو ستاره سابق تیم ملی فوتبال پرتغال قرار داره که در 202 بازی 90 پاس گل داده بود. بعد از دکو نام خسوس کرونا و هالک دیده میشه که به ترتیب 69 و 61 پاس گل ارسال کردند.